فکر میکنم که باید قبلا از فرد شما تشکر قلبی سیاسی تشکر دوم من از زحماتی که این وجود عزیز کشیده در این مدت یکی دو ماه تلفن این برنامه این جلسه بود. تشکر سوم من از سفر خانم خرازی که ایشون یاد فرمودن. ایشون علاوه بر این جلسه ها نمیده و سبین به ما کمکی مالی هم کردن بدن. این جلسه و جلسات که 35 جلسه در دنیا الان این هفته دور شده جلسه این نیست که مثل گالاهای ما باشه. ما 10 گالا داشتیم تا حالا اقلا 300 نفر 250 نفر 400 نفر اون گالاها برای یک سانس تبدیلی داشته و یک سانس درآمد این جلسه این جلسه اولین بار در دنیا شروع شده از این به بعد هفته اول ماه فروردین ادامه پیدا می‌کنه فقط برای بحث ما بین سروران و انتلیکتوال هایی که میدونن چه کار باید بکنیم و بحث کنیم به هیچ عنوان جنبه سخنرانی از این نظر من میدونم که اکثر شما ها آن دتای مسائل ایرانی کارا میدونید ولی من یک شمای کلی براتون میگم برای که بس آغاز همه سوال جواب بشه و ما سوال جواب رو ثبت میکنیم و در هیئت امنا مطرح هیئت امنا این هستش که دو مرتبه در سال هفته اول ماه ششم خارجی میلادی و هفته اول ماه دوازدهم مرتبا تشکیل جلسه می‌کنیم و تمام جزئیات مسائل رو آنالیز بررسی می‌کنیم پیدایش ایرانی کانجور کردن توسط یک فرد خلاوان آب ستایش و این فرد رو افراد نمیشه با یه مقاله با یه گفتار به یه سخانی شده و انسان باش جون و جونی میشه این فرد می این شخص حالا کاری داشتم دارم که سالهای سال باشون این بربر میگه سفر بود حتی توی اتاق توی هتل بودی بکن پس میدونم این شخص چیز بوده توانه چی میدونم اینترسان هم خبر بشه ولی محکوم هم که بگم همین سفر که این مان گذاشته ما که 10 در تمام اروپا گشتیم خب در این برخورد ها گروه های انتلیکتوال در سطح بالا میان دیگه هر کسی میخواد مسئله مطرح کنه در رشته کار خود این وجود عزیز قبول کنید هیچ قلوب نمیخوام بکنم هیچ قبول به حد انسان میفهمه که چقدر قربت توانایی و تسلط احاطه داره بر مسائل باور کردن و علت این که تا روز آخر نشسته زندگیش فروخته برای این کار همین که عشق علاقه به فرهنگ تمدنی کرد دقیقا 1974 بود که امروز که برمیدن شروع شد 4 دولت ایران سازمان برنامه که آقای دکتر مجیدی برای امروز کشور اینجا توسط ایشون کمک شد آقای یشکاتر انقلاب شد و بود بشمده شد چون عاشق این کار بود میخواست این کار انجام بده مصمم بود اومد آمریکا بود و شروع کرد در وقت که چکار بود یک تشکیلاتی از نام بنیاد علوم انسانی این بنیاد علوم انسانی از هر کس یک پرونده درست کنه بده اونجا بدون اینکه در این پرونده سیاسی مذهب مسئله باشه یه چیز علمی باشه به نفع دنیا باشه او بتونه شرط پردازش خیلی ساده است اینکه آنچه که دیده یه سرمش با خود شما بدید 2 اون بتونید سابقه نداشته که از 8 تجاوز کنید یعنی گروه های مختلف بودن آمریکایی کشورهای مختلف آمدن این پرونده های دادن و اون کمک کرده با هم شراکت کردم بالای سر پولی که میده یک حسابدار ما میگیم فرست کلاس آمریکایی مزاحم کاره چیکار داری میکنه چیکار داری چقدر میشه
اما یکی از بزرگترین افتخار ایرانیکا اینه که 29 سال که از اومدم سال بودم چقدر میده؟ 350 هزار دلار برای دو سال. این پولی که میده به ما میده دانشگاه کولومبیا 7 اتاق داده 7 اتاق داده دو تاش این برای راه روه، دو تاش اون برای راه روه، 3 تاش زیر زمینه. یعنی یا شاطر در سن 88 سالگی که میخواد آقای اشرف ببینه باید بیاره از پلاک و این از پلاک بیاد یا اشرف بیاد باید. یعنی و با این 14 نفر که الان در کار زدن کار میکنن که حدود 65 هزار دلار حقوق اینا میشه منهای اون 40 نفری که میراثدار هستن اونا حقوقا رو بس دست به میراثداری میگیرن چند سال کار کردی به این صورت با یه دقت بیش از حد بقولاده این به شما از کنم که این 4-5-7 اتاق اصلا نمیم فرما کنم بالا صحبتی شده که امیدواریم که انجام بشه شخص قبول کرده که یکی بزرگی بگیره با بده این آمد جلو آقا یاشاتر رب این بنیاد صحبت کرد خب بنیاد یه سوم پولی میخواست زنده باشه آقای مهدی که الان 95 سالشه آقای دکتر منتظری که چیز انجمنی کار داشت و دوستان دیگه پولش میارن همین دوستان میراثیان که محبت کردن دارم اون پولی دارن از اون طبق این پولی جمع درست شد پس بنابراین توانست ادامه تصمیمی که هیئت گرفت از اون اوایل که هر چی پول بیان از یه بخشش بذارم برای بعد الان ما یه صندوق بحث شد خیلی زیاد 20 میلیون برای اون کافی 20 میلیون برای ما کافی تا حالا که من حضور شما نشستم دو سومش رفته بودم داریم که اگر یک سوم دیگه شم برسه تا این شماره 35-40 الان بلو هر اتفاقی ما قد بیاد بول بود ای اتنگ شد خدا نکرده فردا آقای یاشاده گرفتار این مسئله بشه و نتون کارو همین چیزا فرم علاوه بر این هر کس 1000 دلار به ما داده باشه دفترها بازه که این نگاه کنه که این 1000 دلار کجا رفت چطور شد دفتر میشه بگم برای اطمینان برای از یک شخصی درخواست شد که رئیس هیئت امنا بشه البته ایشون دیگه الان نیست ایشون قبول کرد گفت شرط داره من رئیس حسابداری میفرستم که بیاد کار شما رو اول نگاه بکنی چیکار دارید میکنی و بعد میام خدا جا بگید ایشون ایشون نمیکنه یک هفته ایشون زنده یک هفته رئیس حسابداریش با افراد حساب تمام حساب های 300 هزار دلار هم داد به ما خودش هم میفرد پس یک دقت عمل کرد دید دارید که با این بودجه کم دارن این کار چکار رو این بودجه داره با دقت زیادی مثلا احتیاج به افرادی داره که بیان ویراستارهای در سر باشن و این افراد که 7-8 نفری که اصلا اونجا کم چرا کم؟ برای که از 5 سال بین بعد تصمیم گرفته شد که ریتم الفبایی ایرانیکا عوض میشه یعنی اینکه این ایرانیکا به این صورت داره میره جلو همون ریتم داره منتها یک شخصیت های بزرگ بودن که فوت کردن دیگه مثلا حرف کاها که برسیم اون شخصیتی میخواستیم اون مقاله کار ما بده دیگه فوت کرد حرف زد که برسیم دیگه اصلا کسی نیست گفتن که هیچ که بیره داره تا حرف زد تمام مقالات تو زد هم هرچی هست میدید میباریم ویراستاری میکنیم چیز میکنیم ادیت میکنیم میزنیم توی کمپیوتر تا ده سال این یکی کسته یکی کسته من اینکه این زمان ما کوتاه میشه موقعی که به حرف زد برسیم 70% مقالات اومده عیبش اینه که این مقاله که 15 سال قبل نوشته یه تغییرات باید داشته میشه نمیشه اون شخص هم که خود کرده باشه
این گرفتاری ما داریم که اون داره که مثلا کارش هر یک از این مجلدات که الان 13 تا اینجوری فرمودن نوای دکتر چاپ شده به 14مش 6 مجلد بیرون 6 تا فسیکول بهش میگن فسیکول یه جزء 112 صفحه داره 36 دلاره و مجموع اینا رو اگر این برها رو بردارید طوری تنظیم شده که جلد بردارید تمام اینا رو با هم بچه کنید یک جلد بذارید که امکان مادره میکنید میشه یک مجلد این مجلد 250 دلار فروش میره 750 دلار برای این هم نگاه کنید اگر به این قیمت بخوام بفروشم فکر نمی کنم که ما صدام بزنیم بنابراین این ضرر را میده در حال حاضر 200 ایران از اون میخرم شده 60 حتی قومم کتابان قومم از اون میخره اکثر بیبلیوتیک های کتابان های بین المللی دنیا این کار را انجام دارن در واقع خریدن یک کردی که ما داریم میکنیم و کردیم به همین 6 ماه قبل پیش ابن از کتابشن بیاریم آقای دکتر ساسون فر 8 جلد از اون خریدن برای 8 تا دانشگاه یعنی کتابخونه که قدرت مالی نداره ما فرسون این کار داریم چی داره میکنه؟ انجمنی داریم درست میکنی که الان تموم شده الان اساس نامش روز 6 ماهشون هم در اعتمان ها مطرح میشه انجمن جوانان ایرانی این جوانان ایرانی کار باید بارن توی دانشگاه ها بین دانشجویان و اگر امکان داشته باشی که ما خواستیم از شما یک کتاب بدن بیارم یاران ایرانی این یاران کیا هست؟ 1650 نفر برای ما مقاله نمیشن اینه که ما کنیم این هیئت میراثدار اینا در یک کتاب اینا قرار که جمع گروهشون 10 نفر از 10 کشور حتی از ایران یک نفر اساس نامی که بشه تصویب بشه اعلام مقالاتی که داشت دادی میشه هر حرفی میرسه اون حرف 800 تا مقاله میخواست الان ما رسیدیم به کار در شروع میشه این 800 مقاله میاد به یک هیئتی که تشخیص میدن که اندازه های مقالات چقدر یعنی برای تو می نویسه آقای ایکس شما که راجع به موسیقی دوره اشکانی خواهد می نویسی باید 1200 لغت در این گنجی می نویسی آقای فلان نقای کشو برای که راجع به جغرافی فلان جغرافی خواهد می نویسی باید 2000 لغت برای هر 1000 لغتی 100 دلار فقط می نویسی پس بنابراین اون شخصی که این کار می کنه آشق یکی ولی مسئله پول نیست به هیچ عنوان پول را مطرح نمیکنه این 800 تا تقسیم میشه بعضی وقتا قبول کنید که 2 سال طول بکشه یعنی موقعی که مینویسن به آقای ایکس آقای ایکس مقاله مینویسه برمیگردونه و رفرانس ها غلطه رفرانس ها از روزنامه معمولی هست از کتابه که ارزش معنی چی داره نیستش رد میکنن تیسان من اون هیئت و خود سوژه رو مطرح نکرده برای نمونه براتون بزنم الان آقای ایکس داره راجع به آقای مختاری میشه مختاری رشته شعبانی کل کشور آقای رضاکار آقای مختاری یک زمانی علوی استاد ایشون میدونن شخصی به عنوان اسماعیل کمانچکش رفته درس یلان داره این شخص عقب اینه که این اسماعیل کمانچکش که تولد شده که مرد برای که موقعی که می‌نویسه مختاری نزد آقای فلان درس خون این کی بود چند سال زندگی کرده حالا این آقا تمام کتاب‌ها رو شروع کرده نه تولد نه مرد پس بنابراین این رفت و برگشت ها و یه چیز بخوام واقعا نفهم میگم که چون من دارم از طرف اینا میام حکمت این که اینقدر موشه کافی میشه
اینقدر دقت میشیم با این 13 جلد یکی از معروف ترین هست که میگن ایرانیکا یک دو روز قبل یه جلسه دیگه در لندن داشتیم که من اونجا در پاریس هستم من اونجا خیلی تماما سعی کردیم که این درد دلا رو بگیرم یکی از این درد دلا بود که آقای چرا ایرانی ها کم میبینیست و چرا شما ایرانی ها رو قبول نمیشید خدایی موقعی چرا بتونید سرطن من آنم 4 اسم فرانسوی بردم که فارسی صحبت میکنم جینم اونجا نشسته که فارسی صحبت میکنه خارجی اینا مطالبی میدونم تحقیقاتی کردم که به مراتب نمیتونیم مثلشون مثل ایرانی پیدا بکنم گناهی نداریم اصلا واقعا تعصبی نیستش که ایرانی باشه یا نباشه در این بین 1650 نفر 11% تقریبا میگم در این سال 11% ایرانی است در حال حاضر در ایران برای ما افرادی هستن که نمیتونم اینجا بگم برای ما مقاله میرسن خیلی مقالات هستش که در بستان شرف بخواییم باید این فقط تو ایران باشه که بتونه برای ما مثلا دباغی رو بخواییم دباغی باید مثلا این فقط باشه تو ایران خارجی نمیتونی کنیم پس بنابراین خیلی مطالب هستش که نمیشه داد به این نمود کسی من حقیقتا واقعا بتونم خیلی میتونم صحبت کنم براتون ولی به خودم اجازه نیست